عظمت خدا وسیع‌تر از زمین و عمیق‌تر از دریاست. اگر خدا تو را بگیرد و محاکمه کند، چه کسی می‌تواند مانع او شود؟ زیرا کارهای هیچ کسی از او پوشیده نیست. مرحله دوم، امتناع به آفت‌های ذهنی. لطفاً نکته دوم رو داشته باشیم، سپاسگزار میشم. پرهیز، پرهیز به تمام آنچه را که ذهن من و شما رو آلوده کرده و بهش آسیب رسونده و مجال این رو نمیده که من رشد تازه‌ای داشته باشم. ترس، نگرانی سخنان دیگران هستش، تعالیم اشتباه هستش، خرافه هستش. تا زمانی که از اون آزاد نشیم در گناه هم اسیر هستیم. انسان ها چرا گناه میکنن؟ چرا که مجال این رو ندادن از زنجیره گناه آزاد بشن. شاعری اعلام میکنه: آن روز که دنبال تو راه افتادم، خود انسان تصمیم میگیره کجا بره، از ترس گناه در گناه افتادم. به فکر و اندیشه این بودم با باور مذهبی آزاد میشم، اما در همون مذهب در خدا دوستیم هم گناه کردم. آن روز که دنبال تو راه افتادم، از ترس گناه در گناه افتادم. من یوسف بی برادری بودم که برادر نداشتم منو تو چاه بندازن. یه برادر نبود، چون یوسف برادراشو محکوم میکرد اونو تو چاه انداختن. من و شما هم گاهی خواهر و برادر اونو محکوم میکنیم، ولی غافل از اینکه خودمون هستیم، چون اجازه ندادیم ذهن ما عوض بشه. من یوسف بی برادری بودم که با دست خودم درون چاه افتادم. امسال سالی باشه که دیگه من و شما دلیل این نباشیم که بر چاه بیفتیم و به دنبال خواهر و برادرانی باشیم که اونا دلایل گناه ما شدن. بچه فلان بودیم، بچه دومم، بچه سومم، برادر بزرگم، پدر مادرم محکومشون کنم. آزاد شیم. حتی اگر از نظر علمی و روانشناسی درست هست، خودتو آزاد کن از هر نوع محکوم کردن. از هر نوع محکوم کردن آزاد شو. وقتی آزاد بشی، فضایی رو باز کردی تا به دنیای آرامش وارد بشی. و اون موقع است که شما میتونید تصمیم خوبی رو بگیرید. همان گونه که باز پولس رسول در نامه افسوسیان 4:22-24 میگه شما باید از آن زندگی که در گذشته داشتید دست بکشید. هر چی که اشتباه بوده. اتاق تکونی برای چی هست؟ خانه تکونی برای چی هست؟ برای تغییر فکر هستش. شما باید از آن زندگی که در گذشته داشتید دست بکشید و آن سرشتی را که آنچرا که ضد خلقت بوده، هدف خلقت بوده، آن سرشتی را که قبلا داشتید از خود دور سازید. خب این کار منه. زیرا آن سرشت فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. دل و ذهن شما باید کاملا نو بشه. نمیتونیم یه قسمتی رو قبول کنیم بگیم بقیه‌اش رو ورش کنیم. من فقط تو این قسمت میخوام عوض بشم. کلام خدا ما داده شده بهترین پیشنهاد هست برای زندگی خوب. امری نیست، هرگز امری نیست. بهترین پیشنهاد رو داره به ما میده. اگر تصمیم گرفتیم همه کلام خدا مفیده، باید بهش اعتماد کنیم. دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و سرشت تازه ای را که البته به توسط روح القدس، تازه ای را که در نیکی و پاکی حقیقی به صورت خدا، یعنی شکل خدا آفریده شده است، به خود بپوشید. نه شکل کشیش، نه شکل آخوند، نه شکل اسقف، نه شکل خاخام، فقط شکل خود خدا بشه. این به هیچ وجه کفر نیست، چون ما فرزندان او هستیم. اگر میخواید شکل رسول بشید حتما تو مشکلات میافتید، چون رسول کامل نیست، ناقصه. شکل کدوم پیامبری میخواد بشید که اون پیامبرا گناه نکردن؟ کلام خدا میگه همه گناه کردن و جلال خدا قاصر بودن. پس نمیتوانیم هرگز به شباهت اونها انجام بشیم. البته که آهسته و پیوسته. قرار هست 180 درجه عوض بشیم. پس آهسته. چون اگر تون بری 360 درجه عوض میشی. دوباره برمیگردی همونجا. یک مسلمان متعصب تون رو بودی، اما حالا دیگه یک مسیحی تون رو هستی. بله، ما مسیحیای مذهبی هم خیلی داریم متاسفانه. هرچی دلشون میخواد میگن، نه هرچی کلام خدا و هدایت روح القدس میگه. پس آهسته و پیوسته، مثل سه عقربه ساعت. اول ثانیه شمار تصمیمه،
دقیقه شمار هست، همت تو هست، ساعت شمار وقتی که حرکت میکنه همه میبینن رسول عوض شده. شخصی که خیلی خسیس بود و باعث آزار و رنج خانواده خودش و دوستانش شده بود، تصمیم گرفتن به یه پیش متخصص ببرن که شخصیت این رو تراپی کنه، عوض کنه. خودش هم قبول میکنه. وقتی که میره پیش این متخصص یه 2-3 ساعت باش صحبت میکنه و میاد بیرون، حس میکنه چه روحیه خوبی گرفته. سوار تاکسی که میشه و راننده تاکسی اون رو به مقصد میرسونه، میگه کرایه چقدر شد؟ میگه 20 دلار. میگه بفرمایید این 20 دلار برای خودم، این 20 دلار هم کرایه خودته. خیلی بالاتر از اون رفته. هوشیار باشیم، اعتدال رو داشته باشیم. خدا انتظار نداره که من و شما بیشتر از اون چیزی که لازم هست عوض شیم، به اندازه که قابل درکمون هست.